حوثی ها بعد از ظهر امروز در صنعا در کنترل شهر یا دست کم در کنترل بخش های مرکزی شهر بعد از پنج روز جنگ های شدید خیابانی نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین که آنها را مجبور به عقب نشینی از مواضعشان کرده بودند امروز پراکنده و در حال تحلیل این بخش از شهر دست کم دارد به حالت عادی برمیگردد خیلی ها از ساکنان شهر در روزهای اخیر در خانه هایشان پناه گرفته بودند در بیرون شهر این جسد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین کشور و تا همین چند روز پیش هم پیمان حوثی ها اینجا گروهی از حوثی ها او را پشت یک وانت می اندازند پایان زندگی این مرد که بیش از سه دهه بر یمن حکومت کرد گزارش شده است که او و دو نفر از اعضای عالی رتبه حزب کنگره اینجا کشته شدند در خارج از شهر هنوز روشن نیست که او چگونه کشته شده حوثی ها میگویند او در اتومبیلی در حال فرار بود جسد او نشانی از اصابت گلوله به سر او دارد یومی سقوط مؤامره الغدر والخيانه این رهبر حوثی ها کمی بعد از انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح امروز روزی که او آن را روز بزرگ و تاریخی خواند روز پیروزی بر توطئه‌گران به قول او بالتبریک والتهانی او از اعضای حزب کنگره و طرفداران رئیس جمهوری پیشین خواست به حوثی ها بپیوندند یا دست کم از آنها حمایت کنند باید دید چند ساعت پیشتر این تصاویری از سفارت ایران در صنعا که زیر گلوله باران قرار گرفته و احتمالاً بخشی از آن به آتش کشیده شده اگرچه یک سخنگوی وزارت خارجه ایران در تهران میگوید به این سفارت حمله نشده و از این گذشته هیچ دیپلمات ایرانی در حال حاضر در صنعا نیست ایران حامی اصلی حوثی هاست و سفارتش در منطقه دیپلماتیک شهر است که شاهد یکی از شدیدترین درگیری ها در روزهای اخیر بوده است سفارت ایران و منطقه دیپلماتیک در مجاورت آن یکی از محله های جنگ زده است وزارت داخله و همچنین اطراف فرودگاه صحنه انفجارهای زیادی بوده احتمالا بمباران های هوایی هواپیماهای عربستان علیه مواضع حوثی ها در شهر بسیاری از مغازه هنوز بسته هستند خیلی ها نگرانند از اینکه جنگ ها ممکن است پایان نیافته باشد اعزی شعبنا الیمنی العظیم این رئیس جمهور مشروع یمن در تلویزیون الیمن تلویزیونی که از عدن پخش می شود مرکز بخشی از کشور که در کنترل نیروهای طرفدار اوست او به خاک افتادن علی عبدالله صالح و ده ها نفر از یارانش را تسلیت گفت و از طرفداران رئیس جمهوری پیشین خواست علیه حوثی ها به پا خیزند و کافت ابناء الوطن جنگجویان حوثی حالا سرگرم تحکیم مواضعشان در شهر هستند مواضعی که در شبهای گذشته زیر حمله هوایی هواپیماهای عربستان بود اما ظاهرا این جنگجویان حوثی چندان نگران نیستند کسرا نجی بی بی سی بهار عربی برای علی عبدالله صالح آغاز پایان سه دهه نشستن بر صندلی قدرت بود خیزش مردم علیه رهبران شماری از کشورهای عربی که از تونس شروع شد و در سال 2011 به یمن رسید. یکی از فقیرترین کشورهای جهان که میلیاردها دلار درآمد نفتیش راهی به سفره مردم عادی نداشت. زندگی سیاسی صالح از سال 78 میلادی شروع شد. در ارتش بود که با شرکت در یک کودتا رئیس جمهوری یمن شمالی شد. در آن زمان یمن جنوبی هنوز یک کشور مستقل کمونیستی بود. 12 سال صرف اتحاد دو یمن کرد و سرانجام در سال 90 میلادی اولین رئیس جمهوری یمن متحد شد. در سیاست خارجی صالح سعی داشت هم غربی ها و هم قدرت های عرب را راضی نگه دارد روزهای اول بهار عربی در یمن روزهای تظاهرات مردم عادی بود ده ها هزار نفر در شهرهای صنعا و تعز به خیابان ها آمدند و خواستار کنارگیری رئیس جمهوری شدند که به نظر می رسید می خواست قدرت را به فرزندش انتقال دهد
اما صالح حاضر به رفتن نبود. کسانی که میخوان صندلی قدرت رو صاحب بشن باید به روش متمدنانه این کارو بکنن، از طریق صندوق رأی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری. کمی بعد شورشیان شیعه حوثی هم به معترضان پیوستند. شبه نظامیانی در شمال کشور که سالها با دولت جنگیده بودند. یمن به شدت قبیله‌ای صحنه درگیری مسلحانه بین هواداران و مخالفان صالح شد. درگیری‌هایی که ده‌ها کشته به جا گذاشت. سرانجام حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری در صنعا صالح را دچار سوختگی شدید کرد. رئیس جمهوری برای درمان به عربستان رفت. چند ماه بعد این تصاویر از او منتشر شد. ما از تقسیم قدرت در چارچوب قانون اساسی استقبال می‌کنیم. قانون اساسی یمن که امکان آزادی بیان و فعالیت احزاب مختلف را فراهم کرده. با این حال تلاش کشورهای عربی برای راضی کردن او برای کنارگیری نتیجه نداد. تا اینکه سرانجام در سال 2012 در ازای مسئولیت از پیگرد قانونی قدرت را به معاونش عبدالرب و منصور هادی واگذار کرد. با این حال او مدت زیادی از چشم‌ها دور نماند. 3 سال بعد وقتی عربستان از حمایت صالح دست کشید با دشمنان سابقش یعنی حوثی‌ها متحد شد تا دولت هادی را از قدرت پایین بکشد. حوثی‌هایی که از سوی ایران حمایت می‌شدند قسمت‌های وسیعی از کشور را تصاحب کردند. در پاسخ عربستان در رأس ائتلافی به یمن حمله کرد. جنگ داخلی یمن به صحنه قدرت نمایی ایران و عربستان تبدیل شد. جنگی که هزاران کشته به جا گذاشت و کشور را در قحطی فرو برد. اما اتحاد صالح با حوثی ها هم زیاد دوام نیاورد. بالا گرفتن تنش بین این دو باعث شد صالح بار دیگر دست دوستی به سوی عربستان دراز کند. ما از برادرانمون در کشورهای همسایه و همپیمانانشون میخواهیم که دست از این تجاوز بردارن. ما هم در روابطمون با اونها فصل تازه‌ای را آغاز میکنیم. اما امیدش به بازگشت به قدرت بیشتر از چند روز دوام نیاورد. می گفت حکومت بر یمن مانند رقصیدن بر سر مار است. ماری که در طول 4 دهه زندگی سیاسی او بارها چهره عوض کرد و رقصی که سرانجام به قیمت جانش تمام شد. کاملیا انتخابی فرد، نویسنده و تحلیلگر مسائل جهان عرب از دبی با ما. خانم انتخابی فرد، میخواستم سوال اول رو از شما بپرسم. مرگ علی عبدالله صالح میتونه بردی برای حوثی ها باشه که یک دشمن رو از شرش خلاص شدند، و یا باختی برای اونها که بخشی از اتحاد رو از بین بردند؟ شب شما و بینندگان محترم بخیر. فکر میکنم بیشتر یک باخت باید باشه برای حوثی ها تا برد، به این دلیل که ائتلاف بین آقای صالح و حوثی ها یک ائتلاف تاکتیکی بود. حوثی ها میخواستن که در قدرت سهم داشته باشن و آقای صالح میخواست که در قدرت باقی بمونه. ولی با کشته شدن آقای صالح، به خصوص اینکه 3 نفر دیگه همراه ایشون که کشته شدن امروز نمایندگی میکردن از بزرگترین قبایل یمن، و ما میدونیم که در کشورهای عربی و به خصوص در یمن قبیله حرف اول رو میزنه، و کشته شدن 4 نفر از افراد بسیار مهم برای هر کدام از قبیله های بزرگ یمن میتونه باعث اتحادی بشه بین قبیله های مختلف که همه در مقابل حوثی ها قرار بگیرن. به همین دلیل و به دلیل اینکه ائتلاف هم میتونه حمایت بکنه از ائتلاف پیش اومده در بین یمنی ها، شدت بمباران ها و شدت حملات به حوثی ها در هفته های آینده میتونه شدت ببخشه و تا به اونجای پیش بره که تنها با اجرای قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد که در سال 2015 از حوثی ها خواسته بود که مناطق اشغالی رو برگردونن، سلاح ها رو بر زمین بگذارن و به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت بکنن، تا اونجا میتونه پیش بره. و من حتی میتونم بگم که برای عربستان سعودی و متحدین ائتلاف هم
کشته شدن آقای صالح نمیتونه که مشکلاتی رو در پیش رو داشته باشه، بلکه میتونه فرصتی رو براشون فراهم بکنه که یک شخصیت کاریزماتیک، کسی که مورد حمایت همه یمنی ها هستن، رو جانشین منصور هادی بکنه و به این وسیله اتحادی رو یک مقدار جلوتر بریم. در بحث به اون قسمت هم میرسیم که مثلا ایران یا عربستان در چه موقع. کاملیا انتخابی فرد، نویسنده و تحلیلگر مسائل جهان عرب از دبی با ما. خانم انتخابی فرد، میخواستم سوال اول رو از شما بپرسم. مرگ علی عبدالله صالح میتونه بردی برای حوثی ها باشه که یک دشمن رو از شرش خلاص شدند، و یا باختی برای اونها که بخشی از اتحاد رو از بین بردند؟ شب شما و بینندگان محترم بخیر. فکر میکنم بیشتر یک باخت باید باشه برای حوثی ها تا برد، به این دلیل که ائتلاف بین آقای صالح و حوثی ها یک ائتلاف تاکتیکی بود. حوثی ها میخواستن که در قدرت سهم داشته باشن و آقای صالح میخواست که در قدرت باقی بمونه، ولی با کشته شدن آقای صالح، به خصوص اینکه سه نفر دیگه همراه ایشون که کشته شدن امروز نمایندگی میکردن از بزرگترین قبایل یمن، و ما میدونیم که در کشورهای عربی و به خصوص در یمن قبیله حرف اول رو میزنه، و کشته شدن چهار نفر از افراد بسیار مهم برای هر کدام از قبیله های بزرگ یمن میتونه باعث اتحادی بشه بین قبیله های مختلف که همه در مقابل حوثی ها قرار بگیرن. به همین دلیل و به دلیل اینکه ائتلاف هم میتونه حمایت بکنه از ائتلاف پیش اومده در بین یمنی ها، شدت بمباران ها و شدت حملات به حوثی ها در هفته های آینده میتونه شدت ببخشه و تا به اونجای پیش بره که تنها با اجرای قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد که در سال 2015 از حوثی ها خواسته بود که مناطق اشغالی رو برگردونن، سلاح ها رو بر زمین بگذارن و به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت بکنن، تا اونجا میتونه پیش بره. و من حتی میتونم بگم که برای عربستان سعودی و متحدین ائتلاف هم کشته شدن آقای صالح نمیتونه که مشکلاتی رو در پیش رو داشته باشه، بلکه میتونه فرصتی رو براشون فراهم بکنه که یک شخصیت کاریزماتیک، کسی که مورد حمایت همه یمنی ها هستن، رو جانشین منصور هادی بکنه و به این وسیله اتحادی رو یک مقدار جلوتر بریم. در بحث به اون قسمت هم میرسیم که مثلا ایران یا عربستان در چه موقع. ائتلافی که بین حوثی ها و بین آقای عبدالله صالح بود، ائتلافی بود تاکتیکی. ما باید یادمون باشه که از سال 2002 تا 2011 میلادی 6 جنگ بزرگ بین عبدالله صالح و حوثی ها در گرفته بود، و این اتفاقی که الان افتاد میتونه که یک گرفتن انتقامی باشه از کشته شدن رهبر حوثی ها، بدرالدین حوثی، در پنجمین جنگ توسط افراد عبدالله صالح. به همین خاطر عرض میکنم که این ائتلاف تاکتیکی بوده. نه حوثی ها معتقد بودن که آقای عبدالله صالح میتونه تا با آخر متحدشون باقی بمونه، نه آقای عبدالله صالح هرگز چنین شخصیت رو از خودش نشون داده بوده، نه برای مردم یمن، نه برای عربستان سعودی. دلیل که آقای منصور هادی شاید نتونه اون ائتلافی رو که مد نظر عربستان سعودی هست شکل بده. اما همونطور که فرمودید، پسرای آقای صالح میتونن یکی از این گزینه ها باشن و شاید گزینه هایی که هنوز راجبش هیچ بحثی نشده. اما قحطی، وبا و فشارهایی که ائتلاف بر روی مردم یمن وارد کردن رو مردم یمن از چشم حوثی ها میبینن، چون همونطور که گفتیم قبایل در یمن حرف اول رو میزنن و بسیاری از این قبایل ریشه در عربستان سعودی دارن، اما حوثی ها رو یک اقلیت مذهبی میدونن که سعی دارن با اعمال فشار و زور قدرت رو به دست بگیرن. اگر میشناسه حالا آقای منصور هادی در ریاض باشه یا در صنعا باشه یا در عدن باشه، دولت آقای منصور هادی هستش. به همین دلیل گزینه حوثی ها بسیار محدوده.